نزدیک به 18 سال از حمله ارتش ایالات متحده آمریکا و متحدانش به عراق و سقوط رژیم بعث می‌گذرد. از آن روز تا کنون ارتش آمریکا به بحانه های مختلف در خاک عراق باقی مانده اما بررسه انجام شده نشان می دهد دیگر وقت آن رسیده که آمریکا نیروهای خود را از عراق خارج کند در همین راستا آمریکا با خروج الباقی نیروهای نظامی خود از خاک عراق در یک چارچوب زمانی مورد توافق موافقت کرد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و فعاد حسین همتای عراقی وی پس از انجام گفتگوی راهبردی یک بیانیه مشترک صادر و در این بیانیه خروج زمانبندی شده نیروهای آمریکایی از خاک عراق را تایید کردند در این بیانیه آمده طرفین تایید کردند که مأموریت آمریکا و نیروهای ائتلاف تغییر یافته و بر آموزش و مشورت و خروج نیروهای رزمی باقی مانده از عراق بر اساس زمانبندی که متعاقبا در گفتگوهای فنی تعیین می شود تمرکز خواهد داشت این بیانیه می افساید دولت عراق بر تعهد خود به محافظت از کارکنان کاروانها و ساختمان های دیپلماتیک اعتلاف جهانی تاکید می کند. دو کشور بر این نکته نیز تاکید کردند که پایگاه هایی که کارکنان آمریکایی و اعتلاف در آن حضور دارند پایگاه عراقی محسوب شده و حضور آنها فقط در حمایت از تلاش عراق در مبارزه با سنی های داعش است. در این بیانیه تصریح شده که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا بنا به دعوت دولت عراق و برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق در نبرد علیه داعش در خاک این کشور حضور دارند. بغداد و واشنگتن در بیانیه مشترک خاطر نشان کردند دو کشور قصد دارند گفتگوها را از طریق کمیته مشترک نظامی ادامه دهند تا از منطبق بودن فعالیت‌های اعتلاف جهانی با نیازهای نیروهای امنیتی عراق از جمله نیروهای پیشمرگ اطمینان حاصل شود فعاد حسین وزیر خارجه پس از دیدار خود و بیانیه مشاور امنیت ملی این کشور در بیانیه مستقل اعلام کرد نیروهای عراقی به برنامه های آمریکا مربوط به آموزش تسلیح و تجهیز نیاز دارد وزیر خارجه عراق تصریح کرد ما در گذشته با چالش های امنیتی زیادی مواجه شدیم و دولت عراق از تلاش های آمریکا برای بازسازی ارتش و آموزش نیروهای امنیتی عراق و تجهیز آن و ارائه مشاوره در زمین اطلاعاتی تمجید می کند. حسین در ادامه از همکاری و هماهنگی مشترک نیروهای امنیتی عراق با نیروهای ائتلاف بین‌المللی در زمین های مختلف تشکر کرد. وزیر خارجه عراق همچنین بر پایبندی دولت عراق در حمایت از حیات دیپلماتیک و مراکز آنها و اهمیت شراکت در امر سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تقویت حضور شرکت های آمریکا در بازارهای عراق و اجرای پروژه های مشارکتی در زمینه های مهم و حیاتی تاکید کرد لازم به ذکر است دور سوم گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزرای خارجه دو کشور برگزار شد